شورای عالی امور اسلامی نیجریه به رهبران و بازیگران سیاسی نسبت به اظهارات تحریک‌آمیز و بدون مراقبت که بتواند کشور را به درگیری و هرج و مرج غیر ضروری بکشاند هشدار داده است. هشدار شورای عالی اسلامی نیجریه به دنبال جنجالی شدن نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور که در 25 فوریه برگزار شد، صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام ستاد مرکزی انتخابات نیجریه احمد بولاتی نوبو نامزد حزب حاکم موسوم به کنگره همه ترقی خواهان در نیجریه پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است با این حال تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیجریه و برخی روندها در برگزاری انتخابات سبب شده تا نامزدهای این انتخابات نارضایتی خود را اعلام نموده و حتی ستاد انتخابات را به دستکاری در آرا متهم کنند اما اکنون با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیجریه انتظار می رود حیات سیاسی و اقتصادی جدیدی در این کشور در این بزرگترین کشور آفریقا آغاز شود محمد بوهاری رئیس جمهور کنونی نیجریه در حالی پس از دو دور ریاست جمهوری این مسند را ترک می کند که این کشور به رغم همه وعده های وی با بحران های عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبروست تورم دو رقمی، رشد اقتصادی ضعیف و ناامنی فزاینده از جمله ترین مسائل کنونی نیجریه به شمار می رود.